دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همتای روس خود ولادیمیر پوتین اخیرا در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ دیدار و درباره حمله های سایبری که مداخله در انتخابات ریاست سا جمهوری سال 2016 ایالات متحده آمریکا تلقی شده است گفتگو کردند. کارشناسان و تحلیلگران امور بین در واشنگتن در اینکه هکرهای روسیه تهدیدی برای امنیت آمریکا به شمار می‌روند اتفاق نظر دارند و نگرانند به اگر این هکرها مهارتشان را به ایران یا کره شمالی آموزش دهند جزئیات بیشتر در برگردانی از گزارش گابریل بارباتی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از ملاقات هفته پیش خود با ولادیمیر پوتین گفت رئیس جمهوری روسیه هر گونه مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 را انکار می کند. اما حمله های سایبری هکرهای روس به هدفهای تجاری و سیاسی در سر و سر جهان در سال جاری میلادی به نگرانی ها در واشنگتن دامن زده است. به ویژه نگرانی از احتمال همکاری هکرهای روس با کشورهای نظیر ایران که سابقه رخنه سایبری به نهادهای آمریکایی هم دارد. اگر به خامت فضای سیاسی معمول میان روسیه و غرب تداوم داشته باشد به اصطلاح گسترش و انتقال ابزارهای سایبری روسیه به دیگر قدرت‌های ضد غربی از نظر من منتفی نیست. ما میدانیم که ایرانی ها در فضای سایبری پیشرفت هایی داشتند. میدانیم که به حمله های سایبری هم دست زدند. دولت اوباما فکر می کرد مقابله با حمله های سایبری بری ایران شاید به توافق ای لطمه بزند این دولت اما نشان داد که ایران بلوف می‌زند ما توانایی داریم و اگر دولت اوباما حاضر نبود از این توانایی در مقابل ایران استفاده کند این دولت با کمال میل این کار را خواهد کرد وزارت دفاع آمریکا در پنج سالی که از سیاست راهبردی سایبری ایالات متحده میگذرد زنگ خطری را درباره پذیری آمریکا در فضای دیجیتال به صدا درآورده است در گزارشی که در سال 2015 میلادی منتشر شد درباره امنیت زیرساختهای مهم نظامی و غیر نظامی آمریکا ابراز تردید شده بود وزارت انرژی آمریکا اوایل امسال اعلام کرد به ویژه شبکه های برق میتواند هدف حمله سایبری قرار بگیرد در استراتژی وزارت دفاع آمریکا هم دولت و هم بخش خصوصی به برداشتن گام های فوری و لازم در این مسیر فراخوانده شدند اما آیا قول های فناوری آمریکایی در این روند به دولت کمک خواهند کرد so رابطه پیشیده است من فکر می کنم نهایتاً چون فعالیت و نوآوری این حوزه بیشتر در بخش خصوصی است دولت و شرکت های فناوری به همکاری و هماهنگی بیشتری نیاز دارند به ویژه با توجه به اختلاف فرهنگ و بیاعتمادی که بین دو طرف وجود دارد کار آسانی نخواهد بود تولید ابزارهایی برای مقابله با تهدید و حمله های سایبری چالشی است که ایالات متحده آمریکا با آن روبروست و به گفته منکوف دولت باید تلاش بیشتری در این راستا به خرج بدهد و روسیه بهترین نقطه شروع است